سلام آقا دکتر، وقتتون بخیر. من بیشتر کنم از تهران سوالم راجع به رابطه هم با پسری هستش که همسنیم و ایشون هم تهران زندگی میکنن، اصالت از یه خرمگوشه هستیم، از قبل هم آشنایی خانوادگی داریم. حدود یه سال نمی که تقریبا در ارتباطیم. به این دلیل میگم تقریبا، چون حدود 3 ماه با هم بودیم، همه چه اوکی بود که ایشون کم کم سرد شدن و کلا رفتارشون عوض شد. هر بار که راجع به سرد شدنشون میپرسیدم تا حلش کنیم، میگفتم مشغله کاری و حالا حوصله ندارم و اینجور صحبت ها. رابطه 2-3 ماه دیگه هم به همین روال سرد ادامه داشت، جایی که دیگه واقعا جدایی به صلاح بود. حدود 2-3 ماه بعد جداییشون فوق العاده پشیمون و حتی با گریه و ناراحتی خیلی زیاد و شاکی از اینکه درکش نکردم اومدن سمتم و خواستن که برگردم تا جوابم کنم. ایشون تک فرزند هستن و خیلی درونگرا هستن، از ذات افکارشون رو سخت بروز میدن. خلاصه بعد تلاش زیادی که کردم قبول کردم که با هم باشیم. این بار بیشتر از قبل راجع به تعهد و آینده صحبت کردم و ازم قول گرفتن که 1 سال منتظرش بمونم. یه ماه بعد از این حرفشون گفتن که وقتی از آینده حرف میزنیم مصر و عصبی میشم و مسئولیت ازدواج نیستیم میترسم و همطور با هم باشیم فعلا. آقای دکتر، این رفتارش من سردرگم کرد و باعث شد که قید قولمو بزنم و به خودشم گفتم که این رفتار که هر بار سازهای مختلف بزنین درست نیست. در واقع من وقتی که حالا کات میکنم خیلی بیشتر پیگیرم میشه، خیلی بیشتر میاد سمتم. در واقع پروفسوری نکردم، براش خط و نشونم نکشیدم و همیشه اون آقا شروع کننده حرف از آینده بود و من فقط تایید کننده بودم تا به خاطر کم سن بودن زمان بگذره و بیشتر بشناسمش. اما حالا بعد 1 سال و نیم چندان جالب نیست که تو رابطه بلا تکلیف بمونم، در حالی که آقا باز هم اومدن و با خیلی علاقه بیشتر، اشتیاق بیشتر ازم فرصت میخوان که رابطه ارتباطی رو قطع نکنم تا چند ماه از خدمتشون بگذره، چون به تازگی سرباز شدن و بتونن تو این فاصله درست‌تر فکر کنن که هر دو از یه تو بلا تکلیف نشیم. و میگم به خاطر تنبیه خودشم که شده یکم فاصله داشته باشیم. اون دکتر خیلی وابستم شده و اونطور که از گفتارش مشخصه ترس از دست دادنمو داره. سوال اینه که چه رفتاری در قبال دودلی این آقا درسته؟ ممکنه که باز هم مثل قبل به خاطر ترس از ازدواج پشیمون بشن؟ آیا باید فرصت بدم؟ خیلی ممنون پاسخ خوبیتون و خانم طالبی. ببینید، شما باید مرزهای خودتون رو مشخص بکنی. میتونی بهش فرصت بدی، اما تا چه زمانی؟ الان که ایشون رفته و برگشته، اولین چیزی که باید ازش بپرسی این که تو چرا رفتی؟ خب ایشون باید حداقل 10 تا دلیل بیاره که چرا رفت. دیگه پفک نمکی و چیپس نیستش که روز بگی میخوام، فردا میگه نمیخوام، مثلا به هم نون قندی بده، بستنی بده. بابا یه ارتباطه، آدم وارد ارتباط میشه، وقت میذاره، انرژی میذاره، سرمایه گذاری میکنه، احساس خرج میکنه، نمیتونیم به بازی بگیریم. بنابراین شما باید جدی باشی در برابرش که تو چرا اصلا رفتی. این 1-10 تا دلیل بیار که چرا رفتی. با هم بشینید حرف بزنید، پرابلم دیسکاشن، با هم صحبت کنید، حرف بزنید و بحث کنید. اصلا دنبال راه حل نگردید. چرا این اتفاق افتاد؟ میشه برام توضیح بدی؟ خب با استفاده از تکنیک های شنونده گوینده یا مهارت های ارتباطی که بسته آموزشیشون میتونید از خانم طالبی بگیرید، 206-17-64-87-401 یا دایرکت در اینستا پیام بدید، بتونید بگیرید بستش رو. اول باید بتونید خوب حرف بزنید راجع به این موضوع که خب تو چرا رفتی؟ 10 تا دلیل ایشون باید برای شما بیاره. 1-2 حتما باید 10 تا دلیل بیاره که چرا برگشتی. خب 1-10 تا دلیل چرا رفتی، 2-10 تا دلیل چرا برگشتی. اینا رو برای من توضیح بدی، من بدونم که داستان چی هست. و اینکه ایشون بی ثباته خب نشون میده که هنوز به بلوغ عاطفی نرسیده و ثبات عاطفی یکی از مهمترین ویژگی هایی که ما تو ارتباط در نظر میگیریم و با آزمون 16 عاملی کتل میسنجیم.
بهشون بگید توی سایت ها هست آنلاین 16 حاملگی کتل براتون میدن. بی ثباتی عاطفی در واقع 16 تا صفته که دو به دو در برابر هم سنجیده میشه، مثلا باهوش، کمهوش، با ثبات، بی ثبات، هیجانی، منفعل، سرد. خب 16 تا صفته. یکی از اون صفاتی که ایشون باید تست بده که ببینیم آیا ثبات داره یا ثبات نداره یا مال موقعیت و شرایطشه، خب؟ و اون تست 16 عاملی کتله که بی ثباتی رو در برابر ثبات میسنجه. بنابراین چیکار باید بکنه که ایشون این دودلی هاش برطرف بشه؟ یک، خیلی محکم و قاطع باشی و مرزهاتو، خط قرمزهاتو مشخص بکنی. تا کجا میخوای در واقع این رابطه رو ادامه بدی؟ چند ماه میخوای ادامه بدی؟ الان شما میگی یک سال و نیم تو این ارتباط هستی، خب؟ میتونی بهش بگی تا کی؟ تو بگو تا کی، تو مشخص کن. مثلا 6 ماه سربازیتون مونده، اوکی 6 ماه سربازیت، منم درکت میکنم. بعد سربازی 6 ماه طول میکشه شغل پیدا کنم، باشه، اینم 6 ماه. بعد مثلا 6 ماه طول میکشه تا مثلا تثبیت بشم، باشه 18 ماه. خوبه 18 ماه من صبر کنم، بعد از 18 ماه حله، اوکی بنویس امضا کن. بهش بگو مردونه که حرف نزنه، حرف زد بنویس، نوشت امضا کن. اگه راست میگی بنویس امضا کن ببینم میتونی، اگه میتونی من پامسم، ولی اگه نتونستی من میرم. خب ببینید، و تو این قضیه هم محکم باشید. همین چند وقت پیش بود یه خانمی میگفتش که من وارد ارتباطی شدم، طرف گفتش که آره، من گفتم تا کی میخوایم این ارتباط ادامه بدیم؟ گفت مثلا 6 ماه. گفتم کی مثلا 6 ماه؟ که گفت به فرض مثلا میشه اول خرداد. باشه اول خرداد، مثلا 3 ماه قبل از دی ماه ما آشنا بودیم، اول خرداد تموم. بعد از 6 ماه وقتی تموم شد، اول خرداد شد، آخر اردیبهشت، یه شب همدیگر رو دیدیم و معذرت خواهم، خیلی سکس خیلی خوبی هم داشتیم، خیلی هم خوش گذشت. و بعد که اومدم بهش گفتم که خب امروز روز آخره، یادت گفته بودی که اول خرداد مشخص میکنیم که با هم هستیم یا نیستیم. برگشت گفتش که میدونی چیه، من تا قبل از عید 100% مصمم بودم که با تو ازدواج کنم، الان شدم مثلا 20-80. اه 20% کم شده، من فکرم مصمم تر شدی. گفت نه، الان میدونی به خاطر چی؟ به خاطر اینم مادرم اینطوری، اینم پدرم اونجوری، بعد تو اونجا این رفتار کردی، اینجا این رفتار کردی. گفتم آها، پس این همه هر هفته نمیدونم عاشقتم، میمیرم برات فلان اینا، الان تو پس مرددی. گفت آره راستش الان مرددم تو ازدواج با تو. گفتم باشه، مسئله نیست. بعد با هم دیگه خدافظی کردیم، من اومدم خونه، ایشون اومد منو با سلام صلوات رسوند و قشنگ خیلی خوبم روبوسی کردیم و ببخشید یه لب حسابی هم از هم دیگه گرفتیم، بای بای، مثل فیلم خارجی ها. من رفتم خونه، گوشیمو گذاشتم، سیم کارتمو در بودم، تق شکوندم، انداختم سطل آشغال، تمام اینستاگرامو پاک کردم، واتساپ دیگه دیلیت، تلگرام دیلیت، هرچی اپ داشتم، فیسبوک، فیسبوک، هرچی بود، همه رو از صفحه روزگار محو کردم. حالا افتاده دنبالم. نه چرا اینجوری میکنی؟ چه وضعیه؟ بعد یه هفته بارن شده من دم خونمون التماس گری. گفتم نه تموم، من دیگه با تو کاری ندارم، تو اگر میخوایی بیمون من خواسته، چون ما قرار گذاشته بودیم 6 ماه دوره آشناییمون، همه جوره هم تو منو شناختی، منم به خانوادت معرفی کردی، خانواده منم تو دیگه بازیچه تو که نیستم که عزیز من، خداحافظ، بای با، نه میام فلان. خب بیا دیگه. ببینید اینجوری باید قاطع باشید، اینطوری میتونی آدم بسازی. 90% رابطه دست خانم هاست، میتونه رابطه رو، مردش رو ازش شیر بسازه، میتونه ازش یک مرد قدرتمند بسازه، میتونه آدم شلول و درب و داغونم بسازه. اینم حسن ختام جلسه بگم، یه روز باراک اوباما با خانمش رفته بودن یه رستورانی، بعد خانم اوباما به اوباما رئیس جمهور سابق امریکا میگه که این مدیر رستوران میبینی؟ این خواستگار من بودا. اوباما میگه ای جدی؟ پس اگه با این ازدواج کرده بودی الان این شوهرت بود، در واقع تو زن یه مدیر رستوران شده بودی.
یک جواب دندان شکن میده خانم اوباما. بهش میگه که ببین اشتباه نکن، اگر من با این صاحب رستوران ازدواج کرده بودم الان اون رئیس جمهور امریکا شده بود نه تو. خب ببین این خانم ها به اصطلاح هم بهش میگن زنان هرا، که عاشق این هستن که مردشون رو رشد بدن. زنای آتنا هم رشد میدن مردشون رو، ولی خودشون هم رشد میکنن. زنای هرا نه، مردشون رو رشد میدن ولی خودشون رشد میکنن، خودشون در کنار مردشون از رشد مردشون لذت میبرن. خب به هر حال اینا انواع زن هستن. این شما هستید که باید خودتون رو بکشید بالا و رو خودتون کار بکنید و برخوردهای محکم و قاطعی داشته باشید. اینجا بُعد آرتمیسی شما، بُعد آتنایی شما، بُعد هرایی شما باید وارد میدون بشه، نه بُعد پرسفون، نه بُعد هستیا. حالا اینا ابعاد مختلف شخصیت زنه، میتونید هفته آینده از سایت دریافت کنید زن کامل، یا از خانم طالبی 2067-64-84-401 بسته آموزشی زن کامل رو دریافت کنید، و یا اینستا میتونید دایرکت پیام بدید. شاد باشید، با خدا باشید، تا خدا هست از هیچ چیز و هیچ کس نهراسید. به سایت ما سر بزنید www.drmuhammadinia.com، همینطور کانال یوتیوبمون وارد بشید، سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید که ویدیوهای جدید به اطلاعاتون رسونده بشه و بتونید از ویدیوهای جدید هم آگاه بشید. در آپارات همینطور فیسبوک این ویدیوها گذاشته میشه، میتونید به صورت رایگان بهره ببرید. کانال تلگرام و واتساپ ما هم Life is Beautiful یا @beautifullife110. همه شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. شاد، سرفراز و پر انرژی باشید.